سلام، خیلی خوش اومدین. خب اسم این گپ و گفت مادرانه رو گذاشتم لبه یه تیز خستگی، چون یه ترجمه یه که خودم از On the Edge of Burnout که حالا به انگلیسی قرار برگزار کنیم و به انگلیسی اسمش رو این گذاشتم، وقتی میخواستم ترجمهش کنم به فارسی، دیدم که لبه خستگی واقعا یه لبه، میشه گفت لبه تیزه، به خاطر همین اسمش گذاشتم لبه تیز خستگی. و دلیلش رو هم میگم، چرا میگیم لبه تیز خستگی و اصلا چیکار کنیم وقتی که توی این شرایط قرار میگیریم. و در مورد این موضوع میخوایم با هم صحبت کنیم توی کلاب حمایتی ماما بست و توی حالا فیدبک هایی که از طریق پادکست بهم داده بودید. این سوالی بود که بالاخره خیلی باهاش در ارتباط بودم و اصلا در کل میشه گفت ما مامان ها خیلی توی این موقعیت قرار میگیریم که بین استراحت کردن و حالا عجله کردن برای انجام کارهامون میمونیم و فکر میکنیم که شاید ما باید بهتره که مثلا تمام کارهامون و اون لیست کارهایی که در نظر داریم رو انجام بدیم تا اینکه بخوایم بریم و استراحت کنیم و استراحت خودمون رو نادیده میگیریم. ولی شاید اسم این گپ و گفت مادرانه لبه تیز خستگی توجه شما رو جلب کنه به این موضوع که شاید باید به این حس و حالمون بیشتر توجه کنیم، چون تأثیرات خیلی بدی ممکنه روی بقیه هم داشته باشه. یعنی خسته شدن من به عنوان مادر، به عنوان یه خانوم، قاعدتا تأثیرات منفی میتونه روی بقیه اعضای خانواده، بچه‌ام و خانواده‌ام داشته باشه. و اگر به این دید بهش نگاه کنم، من باید حتما یه کاری برای این قضیه بکنم، برای اینکه من نمیخوام آسیب بزنم به بقیه اعضای خانواده‌ام. لبه تیز خستگی منظور من ازش این هست که من بیام و مثلا یه موقعیتی قرار میگیرم که خب خسته شدم، چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ روحی، و توی این موقعیت و خودمم متوجه شدم و درک کردم که الان شرایطم جوریه که واقعا حس خستگی دارم و این حس خستگی ممکنه حالا دلایل مختلف باشه، داشته باشه، باعث میشه که من عصبانی بشم، باعث میشه که من ناراحت بشم مدام از دست این و اون، باعث سوء تفاهم میشه توی برخوردم با بقیه، توی ارتباط گرفتنم با بقیه، دچار عذاب وجدان میشم در نهایت، به این خاطر که شاید برخورد خوبی با بقیه نداشته باشم، با همسرم، با بچه هم، با اعضای خانواده، به خاطر اینکه در ابتدای کار حس خستگی داشتم. و این باعث میشه که انگار من توی یک سیکل باطلی افتادم که دوباره حس خستگی میکنم و دوباره خسته تر میشم. نه تنها کاری برای رفرش کردن خودم نکردم و همچنان خسته هستم، بلکه انگار توی سیکل باطلی گیر کردم که حالم که بهتر نمیشه، هیچی، هی عصبانی تر، کچخلق تر، ناراحت تر. و این اتفاق نه تنها من رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه اعضای خانواده‌ام رو هم درگیر میکنه. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. و این بهش میگم که اسمشو میذارم لبه تیز خستگی، به این خاطر که واقعا فکر میکنم یه لبه تیزی داره خستگی. و وقتی که من توی شرایط قرار بگیرم که حس خستگی دارم و این روی خلق و خومم تاثیر میذاره، از لحاظ فیزیکی هم ممکنه که خسته باشم، که این لبه تیزش انگار هر کسی که از کنار ما رد میشه به لبه تیز ما بگیره، اون رو مجروح میکنه. و این اتفاقیه که واقعا میفته. حالا من میخوام با همدیگه بیایم و به این موضوع فکر کنیم که این خستگی که ممکنه مدام تجربه کنیم یا نه، هر از چندگاهی حس میکنیم که خیلی خیلی خسته ایم و نیاز به استراحت داریم، و این ذهنیتی که برامون وجود داره که شاید من به جایی که استراحت کنم بودو بودو برم کارامو انجام بدم، لیست کارامو تموم کنم، چون اونجوری حداقل یه سری کارو انجام دادم، و به خودمون اجازه نمیدیم که استراحت کنیم، چه مشکلاتی برامون ایجاد میکنه و اصلا چی کار کنیم در موردش. اول از همه میخوام بهتون بگم که بیاین و به این فکر کنیم که الان این خستگی رو که من عذر میخوام دارم تجربه میکنم، اگر که شما توی استیتی هستین که حس خستگی دارید، آیا خستگی از جنس فیزیکیه یا خستگی ذهنی دارید؟
حالا روحی و ذهنی اسمش رو بذاریم و بیایم و برای اینا سعی کنیم راه حل پیدا کنیم. خستگی فیزیکی رو کاملا هممون باهاش میشه گفت عجین هستیم دیگه، مخصوصا زمانی که بچه هامون کوچیک هستن، بیخوابی های مکرر باعث میشه خستگی پیدا کنیم. این خستگی دیدین توی برخوردمون هم با بقیه تاثیر میذاره. یا خستگی فیزیکی ممکنه ناشی از کار کردن زیاد توی خونه باشه، کار کردن خونه و بیرون از خونه باشه، هر چیزی که هست. پس یه جنس خستگی از جنس خستگی های فیزیکی داریم و یه جنس خستگی هم از جنس ذهنی داریم، بارهایی که روی ذهنمون فکر میکنیم که هست و فکر که توی ذهنمونه، چیزایی که ذهنمون رو درگیر کرده، ارتباطات شاید خوبی که با بقیه نداریم و این باعث شده که باعث ایجاد خستگی بشه توی ذهنمون. و من میخوام ببینم که برای اینا باید چی کار کنم. من میگم بیایم و با توجه به اهمیت موضوع، واقعا اهمیت خیلی زیادی که داره، که ما خودمون رو سعی کنیم همیشه رفرش نگه داریم به خاطر اول از همه خودمون و بعد بقیه که با همون در ارتباط هستن، به خصوص بچه هامون، بیایم و به قضیه جدی نگاه کنیم و هر زمانی که توی همچین استیتی قرار گرفتیم که حس خستگی داریم، حس میکنیم خسته ایم، نیاز به استراحت داریم، حالا از هر لحاظی، واقعا اگر که بر اون امکانش رو داره تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم اولویتش رو ببریم بالا و یک زمانی رو برای استراحتمون در نظر بگیریم در به صورت آنی. یعنی من مثلا شرایطم جوریه که الان میتونم حالا مثلا توی خونه که هستم میتونم استراحت کنم، یا اینکه میتونم مثلا مرخصی دارم محل کارم، یا یه روز مرخصی استفاده کنم و به صورت لحظه‌ای همون لحظه تصمیم بگیرم. وقتی که حس خستگی شدید دارم تصمیم بگیرم که یه کاری بکنم برای اینکه همون لحظه حالم رو بهتر کنم و استراحت کنم، چون خیلی از اوقات استراحت ما از جنس فیزیکیه، یعنی من باید استراحت بکنم بدنم یه کمی رفرش بشه و این اتفاق خیلی توی مامانا میفته که استراحت خودشون رو اولویتش رو خیلی میارن پایین و این در بلند مدت خیلی ضربه میزنه. پس قدم اول، من همیشه توی قدمایی که توی کار مختلف میگم اینه که مثلا ارزیابی کنیم ببینیم شرایطمون چیه، ولی من میگم توی وقتی که حس خستگی شدید داریم قدم اول اینه که در لحظه شرایط رو برای استراحت خودمون فراهم بکنیم، حالا از هر جنسی که هست، اگر باید مرخصی بگیریم از محل کار، اگر باید با یکی از اعضای خانواده هماهنگ کنیم یه تایمی رو از بچه‌ها مراقبت کنن، اگر نیاز داریم با همسرمون صحبت کنیم یه همکاری بکنه چند ساعت بچه‌ها رو بگیره، یه استراحتی که یعنی یه تایمی ایجاد کنیم برای استراحت کردن و فقط استراحت کردن. و در ابتدای کار، قبل از اینکه حتی ببینیم که باید چی کار کنیم که دیگه این اتفاق نیفته یا کمتر بیفته و ما کمتر این حس رو تجربه کنیم، بیایم و یه استراحت جانانه بکنیم. چون خیلی از اوقات ما به صورت انباشته انقدر خستگی توی بدنمون هست که حتی روی رفتارمون تاثیر میذاره و روی ذهنمون هم حتی تاثیر میذاره. پس این استراحت جانانه در ابتدای کار داشته باشیم و بعد که یه کمی شرایطمون بهتر شد و یه کمی حس کردیم که از نظر شاید بدنی و فیزیکی استراحت خوبی رو کردیم، بیایم و یه ارزیابی از شرایطمون داشته باشیم، ببینیم که این الان شرایط من به چه صورته که باعث شده که حس خستگی داشته باشم و این شرایط برام اینجوری پیش اومده. گفتم خستگی یا به صورت فیزیکی یا به صورت ذهنی و روحی دیگه. اگه خستگی از جنس فیزیکی باشه که با اون استراحت جانانه‌ای که گفتم یک روزو سعی کنیم یه شرایطی فراهم بیاریم که استراحت کلی رو داشته باشیم در اولین فرصت، اون خستگی فیزیکی در اون لحظه از بین رفته. ولی خب مدام، یعنی اینجوری نیست که تضمین کنه که من دیگه این شرایط برام پیش نیاد. من باید ببینم، ارزیابی کنم زندگیمو و ببینم که دلیلش چی بود که اون حس خستگی ایجاد شد و چی کار کنم که این اتفاق نیفته یا کمتر بیفته. پس من میگم بعد از اون استراحت جانانه ای که داشتیم و یکم رفرش کردیم خودمون رو، حالا بیایم و با ارزیابی کردن شرایط زندگیمون ببینیم که مشکل چی بود و سعی کنیم خودمون درک کنیم و ببینیم که مشکل از کجا، در واقع شرایط چرا اینجوری شده بود. اگر که خستگیمون فقط از جنس خستگی فیزیکیه، خب ببینیم، ارزیابی کنیم ببینیم شرایط توی چند ماه گذشته چجوری بوده،
آیا این شرایط موقت بوده؟ مثلا میگم جابجایی خونه داشتم، خب قاعدتا این خستگی طبیعیه و اون خستگی و با اون استراحت جانانه که کردم قاعدتا مشکل حل شده، و یا نه مثلا بررسی میکنم و ببینم که من حجم کارامو انقدر بالا در نظر گرفتم که اصلا تایم خوابم کمه و این به صورت کلی روی وضعیت استراحت من تاثیر گذاشته و من بعد مثلا سعی کنم حجم کارامو کم کنم و خوابم رو بیشتر دقت کنم، یا نه مثلا من چند ماه ورزش نکردم بعد ورزش رو وارد برنامه بکنم که شرایطم بهتر شه. پس بعد از اون استراحت جانانه باید ببینیم، وارد فاز ارزیابی بشیم و ببینیم که الان دقیقا مشکل من از کجا بود و بر اساس اون مشکل که خودم حدس زدم و خودم درک کردم که از کجا پیدا شده بوده، سعی کنم براش یک راهکاری پیدا کنم برای که از این به بعد مشکل کمتر پیش بیاد. و اگرم که مشکل خستگی من از جنس ذهنیه، توصیه من همون تخلیه انباشتگی های ذهنی هست که توی گپ و گفت مادرانه فکر کنم 23 در موردش صحبت کردیم، هنوز توی پیج نذاشتم ولی به زودی میذاریم و میتونید برید اون رو هم گوش بدید. یعنی اول کار بیایم تمام کارهایی رو که ذهنمون رو درگیر کرده بنویسیم، یه مرحله باعث میشه که حس آرامش داشته باشیم و شاید اون بار از روی ذهنمون برداشته بشه و نهایتا ارزیابی کنیم زندگیمون رو توی تمام ابعاد، حالا با چرخ زندگی یا هر روشی که میدونیم، و ببینیم که دقیقا مشکل از کجاست. مشکل من که من باعث شده که این حس رو تجربه کنم، حس خستگی، حس خستگی مداوم مثلا ذهنی، یا حسی که فکر میکنم آرام، یعنی حس میکنم شرایط اسموت و شاید روون نیست توی زندگیم، از کجا نشأت میگیره. قطعا و 100% اگر که من چرخ زندگی رو بررسی کنم متوجه خواهم شد که کدوم قسمت از زندگیم داره لنگ میزنه که من بتونم حالا با تعریف نیازهای غیر قابل مذاکره یا با بررسی کردن اون شرایط بتونم و با اووردن اونا توی برنامه‌ام به صورت مداوم روی حس بهترم توی تمام ابعاد زندگیم کار کنم و به مرور این حس رضایتمندی رو تجربه کنم. چون اگر که خستگی من از جنس روحی و از جنس ذهنی باشه، با اولویت بندی کردن کارهام، با در نظر گرفتن تعادل کلی زندگیم، به مرور این مشکل حل میشه. و اگرم از جنس خستگی فیزیکی باشه که دوباره قسمت سلامتی یکی از سکشن‌های چرخ زندگی هست، با اولویت بندی کردن و اولویت دادن به بخش سلامتیم، قاعدتا اون مشکل در دراز مدت حل میشه. پس جمع‌بندی کنیم بحثمون رو، گفتیم اسمشو گذاشتیم لبه تیز خستگی موضوع امروزمون رو، به این خاطر که واقعا لبه تیزه و ممکنه حتی اطرافیانمون رو هم مجروح کنه وقتی که من خسته میشم و سلامت خودم رو در نظر نمیگیرم، استراحتم رو در نظر نمیگیرم. گاهی اوقات ما به خودمون اجازه نمیدیم که استراحت کنیم. برای این که من و گفتیم که تاثیرش نه تنها روی خود من هست، روی اعضای خانواده‌ام هم هست. پس من باید یک راه حلی پیدا کنم که از این شرایط در بیام. برای اینکه این کارو بکنیم، اینکه بگم الان بشینیم ارزیابی کنیم ببینیم شرایطمون چیه، گاهی اوقات مشکل رو حل نمیکنه. من میگم در ابتدای کار بیام یک زمانی رو ایجاد کنیم، یک موقعیت رو ایجاد کنیم که یک خستگی رفع خستگی جانانه بکنیم، یک استراحت جانانه، و بعد تازه بشینیم ارزیابی کنیم که خودمون ببینیم بر اساس شرایطمون چجوری امکانش هست، یا مرخصی گرفتن از محل کار، یا درخواست از یکی از اعضای خانواده برای مراقبت از بچه ها، یک شرایطی رو فراهم کنیم برای که این استراحت رو بکنیم و بعد نهایتا تازه بشینیم ارزیابی کنیم و ببینیم که مشکل از کجا بود و سعی کنیم با بلند مدت فکر کردن به این موضوع و در واقع این که ببینیم چطور خستگی فیزیکی و خستگی روحیمون رو در دراز مدت میتونیم کم کنیم، با ارزیابی کردن زندگیمون بتونیم به راهکارهای دائم، راهکارهای پایدار برسیم. چون برای رفع خستگی ما به یه مرهم آنی احتیاج داریم که همون استراحت جانانه است که گفتم، ولی خب ما نیاز داریم که تغییر بدیم شرایطمون رو به سبکی که به صورت پایدار هم بتونیم مطمئن باشیم که من این مشکل برام پیش نمیاد یا کمتر دیگه برام پیش میاد. چون گاهی اوقات خستگی ما باعث بی‌ارادگی میشه، خستگی باعث بی‌انگیزگی میشه و عملاً شاید خیلی چیزا با خستگی شروع میشه و بعد در کل باعث میشه که
من رو از ریل خارج کنه و واقعا مهمه که این قضیه رو همیشه در نظر داشته باشیم. امیدوارم که موضوع امروز به دردتون خورده باشه و اگر که کسی هستید که از این اطراف دارید رد میشید و توی همچین فازی گیر کرده بودین، شاید تلنگر خوبی باشه براتون. و اگر که دوست داشته باشید توی پیج انگلیسی همین موضوع رو به انگلیسی قرار در موردش صحبت کنیم. خیلی متشکرم که امروز شرکت کردید. خوشحال شدم از صحبت با همگی و روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.